درود ویژه میفرستم خدمت همه شما عزیزان و سروران گرامی. در این قسمت قصد داریم تا به جایگاه های بنر های تبلیغاتیمون برسیم. ما همونطور که در اینترفیس اومدیم و گفتیم فرقی که بنرها دارن اینن که کریتی براشون توسط ادمین وجود نداره، یعنی جزی از قالبه. زمانی که دیتابیس ما برای اولین بار ساخته میشه جاهای ثابتی وجود داره برای تبلیغات که ما اونجا هر تعداد بنری که میخوایم، 4 تا 5 تا جایگاه، هر تعداد جایگاهی که میخوایم رو در اولین اجرای دیتابیس باید وارد دیتابیسمون کنیم، وارد بانک اطلاعاتیمون کنیم، مثل وارد کردن یوزر ادمین، مثل وارد کردن نقش های اولیه، مثل وارد کردن تنظیمات. بنرها هم به این شکل جدولشون پر میشه، اما مدیر میتونه اونها رو ببینه، ویرایش کنه و عملیاتی از این دست رو انجام بده و بعد برای هر جایگاه میتونه بنرهایی رو در نظر بگیره که خب اونجا ما دیگه به صورت داینامیک کار میکنیم و بقیه ماجراهاشو انجام میدیم. من به سراغ ادمین کنترلر میام و اولین اکشن ریزالت خودم رو میسازم به اسم شو بنرز. این شو بنرز ورودی نداره، یک لیستی از بنرها در متغیری به اسم بنرز که از ادمین گت بنرز رو ما براش در نظر میگیریم. توی ریترن ویو میگیم بنر رو ببر، سلام رو هم برسون. اینجا راست کلیک، اد ویو. خب دوستان، من اد ویو رو انجام میدم، میگم یه دونه ویو بساز برای من. خود اسکافولدینگ داره میسازه این رو، فقط ما از نمونه هایی که قبل داشتیم استفاده میکنیم. من میام از این فرصت استفاده میکنم، توی تیبل بنرز یه دوتا بنر اضافه میکنم فعلا تا بعد به اون داستان اصلی برسیم. مثلا بنر H1 رو داریم، دیفالت ایمیج نمیخوام بدم. دیفالت ایمیج یعنی اون عکسی که زمانی که اون جایگاه من هنوز بنری برای اجاره نداره چه عکسی رو نشون بده، که حالا ما میگیم فعلا کاری باد نداریم. اینجا میگیم 250 در 120، حالا یه چیزی 30 روز به فرض مثال این مبلغ. بنر H2 رو داریم، دوباره مثلا یه همچین سایزی بهش میدیم، فرق نمیکنه 30 روز این مبلغش. خب من دوتا بنر همینطوری فعلا گذاشتم. اینجا میشه نمایشه، یا میگیم جایگاه های تبلیغاتی، بالا مدل ما باید یک آینام ریبلی از جنس بنر باشه که در دیتا اکسس انتیتیز بنر رو ما اینجا داریم. میام سراغ شو به فرض مثال همون اسلایدر که در قسمت‌های قبل داشتیم کار می‌کردیم، یه کپی ازش می‌گیرم، میگم آقای شو اسلایدر شما باید بیای اینجا دیگه نقش شو بنر رو بازی کنی. دیلیت ندارم، دیتیلز دارم، ادیت دارم، کرییت ندارم، برو واسه خودت. خب نمایش جایگاه‌ها کرییتی دیگه وجود نداره اینجا، اسم بنر رو نشون بده دیگه، چی؟ تعداد روزش رو نشون بده. یه چیز دیگه هم میذارم، مبلغه رو هم میذارم، میگم قیمتش رو هم نشون بده. اوکی. خب روز، باز میخوام نیم روز برای مبلغ. فکر کنم قبلا این کار رو کردیم، میگیم از آیتم پرایس با فرمت N0 سرقم سرقم جدا میکنه و یه ریال هم آخرش بزن. اینجا هم میشه بنرها، فقط من میام دکمه سبز رنگ رو انتخاب میکنم، خودش یه صفحه‌ای برای خودش داره که بهش میرسیم در جای خودش. خب یه سیو قبل اینکه بخوام ریبیلد کنم، میام سراغ پوشه شیرد پنل. یه کامنت داشتیم، فکر میکنم من پاک کردم اینجا. آره اینجا یه دونه توی قسمت تبلیغات من میام و شو بنرز رو اضافه میکنم و البته این دوستمونم میشه جایگاه ها. سیو ریبیلد، میریم برای 1 2 3 آزمایش.
خب منتظر میشیم تا ریبیلد ما انجام بشه، تا اون دوستمون داره کار میکنه، من میگم که بیا اکانت لاگین رو برای من باز کن که من با دسترسی مدیر وارد بشم. بفرمایید. میریم سراغ پنل مدیریتمون، میایم سراغ تبلیغات، این هم جایگاه ها. خب حالا میخوام رو جزئیات بذارم، جزئیاتش رو ببینم، چون دیسکریپشن داشت، دیفالت ایمیج داشت، از اینجور چیزا داشت، پس بد نیست که یه دیتیلزی براش در نظر بگیریم. من اینجا یه سیو میکنم، میبندم، این دوستمونم میبندم، میام اینجا میگم که پابلیک آی اکشن ریزالت details banner، ورودیت کدوم بنر با آیدی کلید اصلی، میگم از جنس بنر یه بنر بگیر که اینجا get banner هست، این هم آیدی ورودیش، return کن view. خیلی تند میگم به این علته که انتظارم اینه که شما قسمت های قبل رو دیده باشید و یه راست نیومده باشید سراغ این قسمت، چون ما بارها این کارها رو انجام دادیم. من راست کلیک میکنم، اد ویو رو میزنم، ریزور ویو، و مهم نیست، میگیم یه دونه ویو فعلا واسه من بساز، من تمپلیت دیتیلز هم دارم، قبلا حداقل دو سه مورد درست کردیم، کپی میگیریم میندازیم اینجا که وقت شما عزیزان رو هم نگیریم، بتونیم مطالب بیشتری رو توضیح بدیم. خب این بزرگوار هم درست شد، فقط من میگم مدلت این بار مدل چی شدی؟ مدل اگر به یه همچین داستانی برخورد کردید شما هم کافی یه بار ببندید، دوباره باز کنید، اون تک هلپر ها رو بشناسه. الان من اینجا مدل میزنم، ببینید دیگه درست شد. دیجیکالا دات دیتا اکسس دات انتیتیز دات بنر. خب از کجا بگیرم؟ میام از دیتیلز اسلایدر میگیرم، دلیل داره، به خاطر اینکه اینجا ما یه دونه عکس لود کردیم، من از همون استفاده میکنم. خب وضعیت نمایش که نداریم اینجا، برو پی کارت. نام جایگاه نام جایگاه چی شدی؟ قیمت قسمت نه قیمت اجاره، اینجا میشه تعداد روز. خب دیسکریپشنمون هم که گذاشتیم، اینجا میگیم میری از ادز، و این هم میشه دیفالت ایمیج، تعداد روز میشه دی، قیمت میشه پرایس، تو استرینگ فراموش نشه، ان صفر ریال، نام جایگاه هم که نیم، اون بالام درست کنیم، جزئیات جایگاه. سیو. میام سراغ شو بنرز، راست کلیک اینجا میگی مای دیتیلز، میاد از ادمین دیتیلز بنر آیدی رو هم میگیره. خب این اوکی، مشکلی اینجا وجود نداره. من میام به سراغ ادیت و بعد تست میکنم. خب برای ادیت هم دقیقا ادیت اسلایدر رو کپی میگیرم، چون خیلی شبیه، دقیقا شبیه به همونه عملیاتش، فقط یه فرقی میکنه. فرقش هم بچه ها چیه؟ فرقش اینجا اینه، توی ادیت زمانی که عکس رو نخواست تغییر بده، اون عکس پیشفرض رو نخواست تغییر بده، باید تغییر نکنه، البته بقیه هم اینجوری بود، ولی حالا من اینجا میخوام از یه کاری استفاده کنم. من اول یه ویو مدل باید واسش بسازم، یعنی اینجا شبیه ادمین اسلایدر ویو مدل، بیام یه ویو مدل برای بنر بسازم. چیکار میکنم؟ میگم که آقا همین ادمین اسلایدر هست، از همین من میام کپی میگیرم، اول یوزینگاشو میگیرم، اینجا میگم یه دونه اد کلاس بزن برای من، بگو که ادمین بنر ویو مدل، بله چه اسمی، اینجا میذاریم
اینجا هم میگیم سطح دسترسی شما پابلیک. میام کپی میگیرم، این کپی، اینجا پیس. فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینا رو باید پاک کنیم و بریم از کلاس اصلی اینجا این بزرگوارها رو وارد کنیم. البته عکس رو باید بگیرم، کجاست تصویر پیشفرض؟ اینه، من اینا اینجا پاک میکنم، نیازی بهش نیست. اینجا میشه تصویر پیشفرض. خب سیف میایم اینجا، اینجا میگیم که اول اسمشو درست کنیم، میگیم ادیت بانر. خب این آقای ادیت بانر HTTP پست هم داره، اینجا هم ادمین بانر ویو مدل هست. من یه کپی اینجا هم میزنم، اینجا هم میشه یه دونه بانر به اسم حالا بانر، میشه از ادمین گت بانر کن، حالا هر چیزی که هست. بریم تو کارش بچه ها، یکی یکی میگیم دی میشه از بانر دات دی، دیسکریپشن از بانر، ایمیج نیم از بانر، دیفالت ایمیج. دیگه چی داریم؟ ایمیج رو که نباید مقدار بدیم، نیم از بانر نیم، و دو تا چیز دیگه هست، یکی پرایس، یکی هم سایز. بفرمایید، اینم برای شما. خب ویو مدل میاد، اینو یه کپی میگیرم، میام تو HTTP پست، میگم که اسلایدر ایمیج آفری. اینجا این کار کردیم قبلا، میخواستم همین کار رو بکنم که خب قبلا این کار انجام شده. حالا من اسمشو واسه این که واضح تر باشه میذارم بانر ایمیج، میگم یه دونه بانر که مساویه با خود دیفالت ایمیجه. اگه تصویری انتخاب شده بود، یعنی ببینید مخالف نال بود ایمیج من، چک کن پسوندش جی پی جی باشه. اینجا باید بیاریم روی دیفالت ایمیج بچه ها، خیلی مهمه. این از این. در غیر این صورت میری ذخیره میکنی، تو پوشه ادز میبری، همه این کار رو انجام میدی و بنر ایمیجمون میشه کجاست؟ آقا بنر ایمیج میشه از ویو مدل دات ایمیج نیم. اینجا دیگه دوستان قضیه متفاوته، اینجا ما میگیم از ادمین آپدیت بنر میکنی، آیدی رو میدی، از ویو مدل نیم، دیفالت ایمیج میشه بانر ایمیج، دیسکریپشن بازم از ویو مدل دیسکریپشن، از ویو مدل سایز، ویو مدل دی، در نهایت از ویو مدل پرایس. خلاص تموم. این از این. خب بعد کجا میری؟ شو اسلایدر. چرا؟ خودت دیگه پدر مادر داری، بیا خونه خودت، میری سراغ شو بنرز به همین راحتی. من سیف میکنم، میام در واقع آدرس دی ها رو هم اینجا انجام میدم. اینجا میره سراغ ادیت بنر، یه سیف دیگه، یه ریبیلد، میریم برای اجرا. خب انجام شد، من یه رفرشی میکنم صفحه رو. اوکی خب میایم سراغ جزئیات. بله این از جزئیات جایگاه اول، این از جزئیات جایگاه دوم. من میام رو جایگاه اول اصلاحو میزنم، میبینم صفحه‌ای برای من باز نشد. چرا باز نشد؟ چون اصلا ویوش رو نزدیم دوستان. بله قطعا بیدقتی ما باعث شد که شما عزیزان احتمالا بگی که آقا ویو نزدی، داره چی رو اجرا میکنی؟ حالا ما ویو رو میزنیم، میایم اینجا اد ویو و منتظر میشیم آقای برادر اسکافولدینگ برای ما بسازه این ویو رو. خب دوستان من میام از همون ادیت اسلایدر، کجاست؟ اینجاست، میگیرم
به این شکلی که میبینید، فقط این بالا میگم مدل از دیجی کالا، خیلی مهمه، کور ویو مدل، ادمین بنر ویو مدل. خب اسم اکشن رو درست کنید، میری به ادیت بنر، چون میخوایم اینجا عکس ذخیره کنیم حتما انکریپت تایپ باشه، اصلاح جایگاه اینجا هم نیم میزنیم، اوکی، این میشه نیم، این هم میشه نیم، این میشه نام جایگاه، نام جایگاه. خب این بزرگوار رو که نداریم، این هم میشه تعداد روز که من دی میذارم، دی میذارم، یه سایزم میخوام اینجا میذارم، سایز جایگاه. خب دیسکریپشن هم داره، این بزرگوار رو هم داره، فقط از ادز باید نمایش بده ذخیره تغییرات. دوستان الان میتونیم اجرا کنیم با خیال راحت اگر درست کار کرده باشیم. این مورد هم برای ما انجام خواهد شد. بریم. خب بریم. من میام یه بار دیگه سراغ تبلیغات جایگاه ها. میایم اصلاح این رو میزنیم. میگه H1 که توضیحاتی نداره. من عکس میگیرم. میگم آقا این عکسش. میام از عکسای مشکیمون استفاده میکنم. خب فکر میکنم قیمت هم ویرایش شد. نه دوستان، اشتباه. بذارید ببینم. بله قیمت هم ویرایش شد به این علت که ما قیمت رو، عکس درست کار کرد ولی ما قیمت رو انگار نیاوردیم، سایز و دی و کاملا هم درسته، ما پرایس رو اینجا نیاوردیم و خودش صفر کرد پرایس رو. اینم اشتباه ما بود. اینجا میشه قیمت، سیو میکنیم. الان دیگه مشکلی نخواهد داشت و ویرایش ما به درستی انجام خواهد شد. من این رو باز میکنم، یه مقداری هم طول کشید. میام سراغ تبلیغات جایگاه ها. الان یه بار میام مثلا قیمت رو ویرایش میکنم، شما از آن ببینید که مشکلی نداره. اینجا میام اصلاح، بله قیمت رو به فرض مثال یه همچین چیزی میذاریم، ذخیره، قیمت هم اصلاح شد و دیگه مشکلی هم از این بابت نیست. من فرض کنید میام اینجا هم یه عکسی انتخاب میکنم، از دوره انگولار جی اسمون گذاشتیم و میبینید که خیلی قشنگ و شیک و مجلسی این عملیات هم انجام شد. ممنون از اینکه ما رو تماشا کردید. در قسمت بعدی به کوپن های تخفیف میپردازیم و دیگه بعد از اون سعی میکنیم که بریم سراغ ظاهر صفحه اول سایت که دیگه تقریبا امکانات خوبی گذاشتیم و قطعا از این بعد هم خواهیم گذاشت. منتظر گزارشات ما هم باشید. خیلی به صورت ویژه ما روی گزارش ها و گزارش گیری در این دوره تمرکز خواهیم کرد و به شما عزیزان گزارش های متنوعی رو آموزش میدیم، بسیار کاربردی، که در واقع برنامه های شما که به صورت تجاری قرار تولید بشه حتما این گزارش ها به یاری شما خواهد اومد. و البته من منتظر باشید، گزارش ها در فصل های نهایی انجام خواهد شد. بریم به ترتیب کارمون رو انجام بدیم. امیدوارم که از این دوره لذت برده باشید تا اینجا و از اینجا به بعد کم کم قضیه جذابتر هم خواهد شد.